گفتگوی خواهیم داشت با آقای پاول سیلم، نایب رئیس مؤسسه خاورمیانه واشنگتن، که در استودیو با ما هستند. آقای سیلم، جمع‌بندی شما رو بدونم از اولین کنفرانس مطبوعاتی آقای ترامپ، و آیا به نظر شما ایشون به پرسش‌های خبرنگاران تونست به خوبی پاسخ بده، و آیا احتمالاً پاسخ‌های ایشون احتمالاً نگرانی‌ها رو برطرف کرد در رابطه با روابط احتمالی که میتونه احتمالاً روسیه دخالت کرده باشه در انتخابات آمریکا؟ من فکر میکنم که یک کنفرانس مطبوعاتی موفقیت آمیز بود برای دونالد ترامپ. اتهاماتی که عنوان شد در بعضی از رسانه‌ها در واقع مورد راستی آزمایی ثابت نشده و ممکنه تا مدتی هم ثابت نشه. البته تا هفته های آینده اگه اتهامات تازه ای عنوان بشه وقت ممکنه پاسخ بده. به هر حال هواداران ترامپ به هر جهت از او حمایت میکنن و مخالفانش هم همیشه مخالفت. یادمون باشه که خانم هیلاری کلینتون آرای بیشتری برد، ولی به هر حال او تا چند روز دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهور خواهد شد. بنابراین برای هواداران خودش که این صحبت ها رو مطرح کرد خوب بود، و همینطور مسئله جدا کردن خودش رو از منافع بازرگانیش مطرح کردند و وکیلی رو آورد که توضیح بده که این چگونه انجام خواهد شد. ولی خیلی جالبه که بیشتر کنفرانس مطبوعاتی و همچنین بیشتر جلسات تایید صلاحیت برای وزیر خارجه یا کاندیدای وزارت خارجه تیلرسون همش راجع به روسیه بود، خیلی کم راجع به خاورمیانه. بله، در رابطه با کابینه پیشنهادی آقای دونالد ترامپ، به نظر شما با توجه به زد و نقیزی که وجود داره احتمالاً در رابطه با تعیین دو نامزد پیشنهادی در وزارت خارجه و وزارت دفاع که رویکرد متفاوتی نسبت به چگونگی ارتباط با روسیه دارن، نظر شما رو بدونیم در این رابطه. مشخصاً مایکل فلین، مشاور امنیت آقای ترامپ، و همینطور آقای رکسی لرسون که نگاه متفاوتی اساساً به موضوع روسیه دارن، اینو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ بله، تیمی که راجب امنیت ملی در واقع کار خواهد کرد نظرات مختلفی داره، به خصوص رکس تیلرسون. به نظر میاد که دیده مثبتی داره، در حالی که جنرال ماتیس و جنرال فلین اینها دیدگاه های منفی نسبت به روسیه دارند. بنابراین فکر میکنم که این تضاد ادامه پیدا خواهد کرد حتی بعد از به راه افتادن دولت آقای ترامپ. من فکر میکنم که آقای تیلرسون نکته موجهی رو مطرح کرد موقعی که گفتش که برای برخورد با چین و روسیه بعضی چیزا منفی خواهند بود، بعضی چیزا مثبت خواهند بود، و ایالات متحده باید همکاری بکنه با روسیه در زمینه‌های مشترک و پس برونه، یا حتی در واقع موضعی در واقع مخالف روسیه اتخاذ بکنه در زمینه‌هایی که موافق نیستن. بنابراین من فکر می‌کنم که موضع دونالد ترامپ خواهد بود که به هر حال تمام تصمیمات اصلی رو او خواهد گرفت. ممنونم آقای سلیم، ما به شما باز می‌گردیم. در اینجا صحبتی رو خواهیم داشت با آقای حسین خرم از فعالان حزب جمهوری خواه که با ما هستند. آقای خرم، نظر شما رو بدونیم در رابطه با کنفرانس مطبوعاتی امروز آقای ترامپ. امروز ایشون در کنفرانس مطبوعاتی خودشون بالاخره عنوان کردن که اعتقاد دارن که رخنه سایبری به حزب دموکرات توسط روسیه انجام شده. حالا پرسش اینجاست که اگر آقای ترامپ چنین اعتقادی داره، چرا دو هفته است برخلاف رأی دستگاه‌های امنیتی اظهاراتی عکس این رو داشته؟ بالا آقای ترامپ از همون اول بر این عقیده بودن که این قصور حزب دموکرات بوده و نتونستن خودشون دفاع کنن. همون جوری که دموکرات‌ها و پرزیدنت اوباما در ابعاد دولتی نتونستن منافع آمریکایی‌ها رو حفظ کنن، و نکته‌ای که آقای ترامپ ذکر کردن همین بوده. و من مطمئنم که وقتی ایشون بیان سر کار با داشتن بهتر و خیلی بهتر و خوبتر بتونن منافع آمریکایی رو هم در مسئله سایبری هم در مسئله اقتصادی حفظ بکنن. و آیا به نظر شما آقای ترامپ تونستن به اون ابهاماتی که احتمالاً وجود داره مبنی بر این که شاید روسیه اطلاعاتی داشته باشه که بتونه علیه آقای ترامپ از اونها بهره برداری بکنه، آیا فکر میکنید به این موضوع ایشون پاسخی دادن یا نه؟ من همچین چیز صحت نداره. اینا جز شایعات چیزی نیست. دموکرات ها از این شکست
سیاسیشون فوق العاده ناراحتن و سعی میکنن یه چیزی نشون بدن که دسیسه بوده به اون صحنه. خیر، همچین چیزی نبوده. روسیه وقتی که ضعف در سیاست داخلی آمریکا همونجوری که پرزیدنت اوباما و خانم کلینتون خودشون نشون دادن ببینن، خب به مراتب از اون مسائل سوء استفاده خواهند کرد. پرزیدنت ترامپ با یک رهبر مقتدر با اون نبوغ و بینشی که از بخش خصوصی به دست آورده میتونه منافع آمریکایی رو به طور خیلی خوب حفظ کنه. هیچ لازمه نگرانی نیست. نظر شما رو در رابطه با سخنرانی خداحافظی آقای اوباما بشنویم، در رابطه با دستاوردهای خودش در دوره 8 ساله ریاست جمهوری. والا بقیه من سخنان خیلی گرم و زیبایی ایشون خودشون گفتن و من تحت تاثیر قرار گرفتم، ولی متاسفانه وقتی که به کارنامه سیاسی و اقتصادی ایشون نگاه بکنین، جز شکست و زبونی برای آمریکا من چیزی تو این نمیتونم ببینم. و اگه بخوام به ایشون نمره بدم، نمره رفوزگی به ایشون میدم. و ولی خب از کلام ایشون خیلی خوشم میاد، از زیبایی سخنانشون من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم، ولی متاسفانه لحاظ عمل کرد مردودی از خودشون نشون دادن. آقای سالم، نظر شما رو بدونیم در رابطه با سخنرانی خداحافظی آقای اوباما، یا ایشون تونست به خوبی از دستاوردهای 8 ساله خودش دفاع بکنه یا نه؟ نظر شما رو بدونیم، چون آقای خرم مهمون ما نظر مساعدی نداشتن در رابطه با دستاوردهای آقای اوباما در طول دوره 8 سالشون. در سخنرانیش آقای اوباما صحبت کرد راجع به دستاوردهایی که مثبت میدونه در خاورمیانه. چهار چیز رو گفت: توافق هسته‌ای با ایران، برشیده شدن یا حذف اسامه بن لادن، هیچ گروه تروریستی در خاک آمریکا نتونست دست به حمله بزنه و همینطور داعش هم نیمی از اراضی خودش را از دست داد. لااقل راجع به صحبت‌های دیگر در رابطه با خاورمیانه نگفت. من فکر می‌کنم که جمعاً کارنامه یه سیاست خارجیش منفی بوده، به خصوص در رابطه با خاورمیانه. من فکر کنم که ایران بهره برداری کرد از در واقع برنامه هسته‌ایش. هیچ پیشرفتی در زمینه فلسطینیان و اسرائیلی نشده، منفی بوده در رابطه با ایجاد تعادل با روسیه و همینطور ایجاد تعادل در روابط با چین. ولی به هر حال او داشت به هواداران خودش این مسئله رو میگفت و موضوعاتی که خودش انتخاب میکرد صحبت میکرد. بله آقای خرم، بازگردیم به شما در رابطه با سخنرانی آقای ترامپ که همواره ایشون در اشاره به برجام اونو یکی از بدترین توافقهای تاریخ توصیف کردن. شما پیش از انتخابات به ما گفتی که در صورت پیروزی آقای ترامپ این توافق رو ایشون اصلاح خواهد کرد. با توجه به اینکه این یک توافق بین المللی است، نظر شما رو بدونیم که آیا با توجه به اینکه با تایید شورای امنیت این موضوع به قولی انجام شده، آیا میتونه آقای ترامپ بند یا مفادی از این توافق رو احتمالاً حذف بکنه و یا کم کنه؟ صد البته آمریکا ابرقدرتی است و باید منافع آمریکا در این قرارداد حفظ بشه. متاسفانه پرزیدنت اوباما با عجله وارد این قرارداد شد و به خاطر محدودیت زمانی که داشت، من میتونم بگم واقعا تسلیم جمهوری اسلامی شد در این قرارداد خیلی مهم. پرزیدنت ترامپ مفاد این قرارداد رو به طوری که منافع آمریکا و منافع دولت‌های مجاور و تا حدی هم منافع مردم ایران رو حفظ بکنه وارد مذاکره خواهند شد و من مطمئنم در نهایت نتیجه مثبت و خیلی نتیجه مثبتی خیلی بهتر از اونی که آقای اوباما فراهم کرده ما خواهیم دید. آقای سالم، نظر شما رو بدونیم در رابطه با توافق اتمی با ایران، آیا احتمالاً آقای ترامپ با توجه به وعده‌هایی که دادن میشونن احتمالاً تغییر رو در موضوع توافق اتمی با ایران به وجود بیارن یا نه؟ من فکر کنم که خیلی مهمه بگیم که رکس تیلرسون در بیانیه کتبیش امروز که مورد تایید حتما آقای ترامپ قرار گرفته بود، میگوید در اشاره به شاید اشاره غیر مستقیم به توافق هسته‌ای با ایران که اونها
مورد مراقبت قرار خواهد داد، احترام به جزئیات این توافق را. بنابراین این نشون دهنده اینه که نمیخوام پاره پاره کنن توافق یا در واقع به تجدید مذاکره دست بدن، بلکه میخوان هوشیار و مراقب اجرایی شدن باشه. این مهمترین حرف رکس تیلرسون بود امروز. بنابراین من فکر میکنم که تقریبا غیر ممکن خواهد بود در جو بین المللی فعلی که بشه یک تجدید قرارداد بست با ایران، به خاطر اینکه نه فقط آمریکا بود بلکه روسیه، اروپایا و بقیه هم در واقع دست داشتن در رسیدن به این توافق. برابر این قاعدتا احترام باقی میمونه برای این توافق، ولی فشار قرار دادن روی ایران اگه بخواد تخطیایی بکنه در رابطه با توافق، آیا بخوان پس برونن ایران رو به خاطر دخالتش در سوریه یا جای دیگه، هنوز کسی حرفی در این مورد نزده.